همزبونا و هممیانای عزیزم، بدون این که بدونم نژاد، جنسیت و باور و عقیده شما چی هست دارم باهاتون حرف میزنم. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی عضوی از خانواده بشری هست. پس فارغ از نوع جنسیت، عقیده، نژاد و محل تولد، از حقوقی جهان شمول برخورداره. شما هر کی هستید، هر کجا حقوقی دارید که با شما زاده شده و جامعه وظیفه رعایت و تقویت حقوق شهروندی شما رو داره. لازمه بدونید که برای داشتن این حقوق نیازی به کسب اجازه از هیچ فرد، مقام و یا سازمان و تشکیلاتی نیست. حقوق ذاتی و شهروندی شما در یک اعلامیه بین المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجونده شده. در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و ولادت، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه نوشته شده بهره‌مند بشه. در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته تاکید شده که هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشه بدون هیچ تبعیضی سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح شده در این اعلامیه هست. چند هدف از اهداف 17گانه سند 23 یونسکو هم به عدم تبعیض تاکید میکنه، مثل هدف سوم که تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین رو دنبال میکنه، هدف چهارم که به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه تاکید داره، هدف پنجم که توانمندسازی تمام زنان و دختران و دستیابی به تساوی جنسیتی رو از اولویت‌های جامعه میدونه، و هدف دهم که به کاهش نابرابری در کشورها و مابین اونا تاکید میکنه. عدم تبعیض توی قانون اساسی ایران هم پیش بینی شده. در بند 9 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده باید تبعیضات ناروا رفع بشه و امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی برای همه ایجاد بشه. اصل 19 میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشن حقوق مساوی دارن و رنگ، نژاد و زبان سبب امتیاز نیست. اصل 20 میگه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون هستند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و اصل 21 که دولت رو موظف میدونه حقوق زنان رو در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کنه. اما وقتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو با اهداف سند 23 یونسکو و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه می‌کنیم و همچنین وقتی به حافظه تاریخی و رخدادهای ایران در زمان‌های مختلف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی رو نادیده گرفته و حتی ناقض اصول قانون اساسی هست که خودش وضع کرده. نابرابری بین زن و مرد در بازار کار، تحصیل، سهم از ارث، آزادی انتخاب پوشش و امر ازدواج، تبعیض و نابرابری بین قشر روحانیت و سایر مردم در همه امور، به ویژه در شغل‌های مهم دولتی و انتخابات، نبود آزادی بیان، سرکوب، بازداشت، شکنجه و احکام طولانی مدت زندان، تبعیض بین اقوام ایرانی در آموزش و پرورش، نبود امکانات و رفاه اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات فرهنگی و ورزشی و حق آموزش به زبان مادری، عدم رعایت حقوق کودکان و نبود امکانات لازم برای پرورش استعدادهای نو، اعدام کودکان مجرم، بهره‌گیری جسمی و جنسی از کودکان کار، از همه مهمتر سرگردونی لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توی سالن‌های مجلس، پایمال کردن حقوق پیروان سایر ادیان مثل اهل سنت، مسیحیان، دراویش، زرتشتیان و به ویژه بهائیان و عدم برابری اونا با شیعه 12 امامی اصولی و بسیاری از موارد دیگه، همه مصادیق نقض ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. یادآور میشیم که کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آگاهی به حقوق ذاتی و شهروندی انسانها رو بهترین راه رهایی از ظلم و رسیدن به عدالت میدونه.